سقوط 70% تولید خودروی سواری در ایران، نمایندگان دنبال ثابت نگه داشتن قیمت ماشین‌های ارزان‌ترند. مخالفت مدافعان طبیعت با فعالیت یک معدن در شاهرود ایران، معترضان می‌گویند طبیعت را تخریب کرده. و زهره هلال، هنرمندی که کارهایش در دنیای مد باورهای تحمیلی به زن را به نقد می‌کشد. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. تولید خودروی سواری در ایران در ماه‌های گذشته پایش روی ترمز بوده، تا جایی که نسبت به اوایل سال 70% کمتر شده. یک نماینده مجلس ایران میگوید که خودروسازان باید قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان مثل پراید را ثابت نگه دارند و ضرر فروش ارزان آنها را از راه فروش خودروهای گرانتر تامین کنند. جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفته که طبق طرح ساماندهی بازار خودرو، قیمتگذاری خودروهای ارزانتر همچنان به عهده شورای رقابت خواهد بود و قیمت آنها احتمالاً ثابت نگه داشته خواهد شد. جزئیات بیشتر از بهرنگ تاجدین. فناوریشان قدیمی است و کیفیت ساختشان داد مشتری‌ها را در می‌آورد، ولی قیمتشان فقط بالا و بالاتر می‌رود. قیمت بازار آزاد خودروهای تولید داخل در عرض یک سال 1.5 تا 2 برابر شده، به طوری که قیمت پراید 131 با 60% افزایش از 21.5 میلیون به 34.5 میلیون تومان، تیبا با 53% افزایش از 25 میلیون و 800 هزار تومان به 39.5 میلیون، پژو 206 تیپ 2 با 78% افزایش از 34 میلیون به 60 میلیون و 500 هزار تومان و پژو پارس هم با 91% افزایش از 36 میلیون و 700 هزار به 70 میلیون تومان رسیده. در چنین شرایطی است که گروهی از نمایندگان مجلس به دنبال تصویب طرحی به نام ساماندهی بازار خودرو هستند. جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع مجلس، گفته طبق این طرح خودروهای پرتیراژی که زیر 45 میلیون تومان قیمت دارند همچنان توسط شورای رقابت قیمت گذاری شده و قیمت آنها ثابت نگه داشته می شود. در عوض قیمت خودروهای بالای 45 میلیون تومان بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شده و خودروسازان از سود ناشی از فروش خودروهای غیر پرتیراژ هزینه های افزایش نیافتن قیمت خودروهای پرتیراژ را پوشش می دهند. از بهار امسال که با فرمان دونالد ترامپ بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران آغاز شد، تولید خودرو در ایران هم رو به کاهش گذاشت. آمارها نشان می دهد تولید سواری در 7 ماه گذشته با بیش از 70% کاهش از 138 هزار دستگاه در اردیبهشت به 38 هزار دستگاه در آذر کاهش یافته. تحریم‌های آمریکا واردات قطعات و مواد اولیه را برای صنعت خودرو دشوار کرده. خودروسازان می‌گویند افزایش قابل توجه نرخ ارز و کاهش تولید و فروش آنها را با مشکل کمبود نقدینگی مواجه کرده، چیزی که باعث شده بدهیشان به قطعه‌سازان سر به فلک بکشد. در این میان خریداران مانده‌اند و خودروهایی که زیر ظاهر نو و براقشان فناوری دهه 80 و 90 میلادی خوابیده. عرابه هایی که شغل ده ها و حتی صد ها هزار ایرانی به تولیدشان وابسته است. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. زیر پای شما. استخراج معدن در ایران برای تولید سنگ بوکسیت یکی از اهداف راهبردی کشور اعلام شده، ولی فعالیت‌های شرکت آلومینیای ایران هیچ جا به اندازه معدن بوکسیت تاش با مقاومت و اعتراض ساکنان محلی و فعالان محیط زیست روبرو نشده. آنها میگویند که 6 سال است این معدن طبیعت شاهرود را تخریب کرده. به رهبر و رئیس جمهوری ایران نامه نوشتند و تقاضای کمک کردند. سیاوش اردلان در گزارشی به ماجرای معدن بوکسیت تاش در شاهوار می‌پردازد. در میانه جنگل و کویر، شاهرود بهترین های هر دو دنیا را دارد. با فاصله سالم از شهرهای شلوغ و آلوده، پدافند هوایی سپاه پاسداران اینجاست. ولی این روزها این پدافند آب و هوایی و زمینی محیط زیست است که فعال شده.
وقتی مدافعان طبیعت در شاهرود درگیر متوقف کردن پروژه جاده سازی در قله های مهالود ابر کوه بودند، چند فرسخ دورتر یک پروژه معدنکاری با نور پایین پای بنیاد مستضعفان را به منطقه شاهرود باز کرد، به کوههای 4000 متری شاهوار. کامیون‌ها و لودرهای شرکت آلومینیا کوههای شاهوار را در نوردیدند. استخراج سنگ بوکسیت و تولید پودر آلومینیا کمی بیشتر شد، اما طبیعت منطقه هم بیمار شد و روستاییان تاش گرفتار. دو تا سیل بسیار ویرانگر داشتیم. بعد فعالیتی که دومه اونجا بولدزر داره، لودر داره، کامیون داره، الان صدا دقیقاً صدای انفجار بود. صدای انفجار. ایجاد 1500 شغل مستقیم و غیر مستقیم محلی در مقابل از دست دادن سرمایه های منطقه. من با خودم همینجا یه زمانی جاده از اینیه میرفتن، از اون جاده بالا رو نکشیده بودن. به طور گردخواه گرفت که هنوز که هنوز الان 5 سال گذشته درخت قبلی نشده. رؤسای معدن بوکسیت تاش به دفاع برخواستند. ریزگر: اصلا ما مگه چقدر حجم معدنکاری ماست؟ سیل: بله به هر صورت حوادث طبیعی همه جا هست، ربطی به معدن نداره. پوشش گیاهی: مسلماً درخت فتوسنتز نداره، اون مقدار قند و پروتئینی که لازمه تا میوه رو برسونه درشت بشه سایز ورداره رو نمیتونه تامین کنه و این مشکل رو به وجود اونجا اولا پوشش گیاهی خیلی زیادی ندارد. و بحث ها و انفجار ها ادامه دارد. اما سال 97 سال اعتراض ها در شاهرود بود. زنجیره های انسانی به دور لودرهای معدن، خدای شاهوار، و نیایش به درگاه خدای شاهوار، مادر مهربان زمین. دور کوهنوردی خمینی شهر و اصفهان. هشتگ نجات شاهوار گردشگران را از اقصی نقاط ایران این بار با پیامی دیگر به کوههای شاهوار کشاند. زنده باد شاهوار. پیام شنیده شده و حالا مجلس وارد ماجرا شده. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس خط بطلانی کشید بر ادعاهای دست‌اندرکاران معدن بوکسیت تاش. در این گزارش 8 محور ذکر شده به عنوان آسیب‌های زیست محیطی و اجتماعی معدن بوکسیت تاش: تهدید ذخایر و منابع آب منطقه، آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی، از بین رفتن مراتع، از بین رفتن حیات وحش، ریزگرد، از بین رفتن جاذبه‌های گردشگری به خصوص کوهنوردی، از بین رفتن پوشش گیاهی و جانوری و چالش مدیریت باطله که باعث ایجاب سیلاب در منطقه شده. راه رسیدن به معدن تاش از شاهرود میگذره. به طرف شمال به شهر بسطام حرکت میکنید و از اونجا حدود 40 کیلومتر جاده آسفالتر و غرب به سمت روستای تاش میگیرید. نرسیده به روستای تاش، رفت آمد کامیون‌ها و خشکیدگی هوا خبر از فعالیت‌های معدنی در کوه‌های شاهوار میده، در نقطه‌ای که برای هزاران سال یک حوزه آبخیزی رو تشکیل می‌داد که بر اثر شیب طبیعی که داشت آب‌های سطحی و زیرزمینی رو می‌گرفت و برای تأمین آب آشامیدنی روستای تاش، شاهرود و بسطام این آب‌ها رو به این سه نقطه هدایت می‌کرد. عزیزان جمعه محترم، و سال 97 سال رفت آمد مسئولان محلی به شاهوار، شاهوار ما را که نتوان... سال بازدید وزیر صنعت که نتوانست خود را از چشم معترضان پنهان کند، و سال تحرک جامعه مدنی در شاهرود. خواهی نیستاد اگه لازم باشه واسه تحقیق کردن معدن بیام جلوی لودر بولدش بخوابم، به والله این کارو میکنم. دو تا از پرآبترین چشمه‌های منطقه اصلا مسیرش تغییر کرده. شما تصویر رو دارید میبینید. خب من اینو شما میخواید بسپرید به یه پیمانکار، به یه شرکت پیمانکار که بیاد واقعا چه مطالعاتی رو این قضیه انجام بده. هنر ما و ادعای ما اینه که ما داریم معدنکاری انجام میدیم با کمترین تخریب. خود ما در حوزه معدن میگیم ما بایستی معدنکاری پاک بکنیم. آنچه در 6 سال اخیر بر طبیعت شاهوار رفته را باید از حیات وحش این منطقه پرسیم که یا پا به فرار گذاشتند یا طعمه شکارچیانی شدند که سوار بر کامیون‌های معدن خود را به اعماق کوه‌های شاهوار می‌رسانند. مجوز فعالیت‌های معدن تاش امسال باید تمدید شود. اگر مجوز تمدید شود، برآورد شده که استخراج سنگ بوکسیت از شاهوار به حداقل 10 برابر می‌رسد. طبیعت شاهوار سال‌هاست که سیاه‌پوش است، ولی سفیدی برف‌ها بر فراز قله‌هایش مردم این منطقه را به پایان زمستانی نمادین امیدوار کرده. سیاوش اردلان، BBC.
60 سال پیش قبل از اینکه جنگ داخلی در افغانستان خیلی از داشته‌های مادی و معنوی این کشور را نابود کند، گروهی زبانشناس به افغانستان سفر کردند تا اطلسی از زبان‌های رایج در این کشور تهیه کنند. اطلس زبان‌ها آماده شد، اما در این سال‌ها خبری از آن نبود. بایگانی پرباری شامل عکس، نقاشی، نقشه، یادداشت و نامه در تمام این سالها در کتابخانه‌ای در سوئیس نگهداری می‌شد. خبرنگار ما کاوون خموش به این بایگانی دسترسی ویژه یافته و می‌گوید که اطلاعات آن روایتگر داستان افغانستانی دیگر است. سفری به افغانستان 60 سال پیش، درون صندوق‌های دست نخورده در کنج کتابخانه‌ای در سوئیس. بعد از سال‌ها در جبهه‌های باز می‌شود که متعلق به روزهای قبل از جنگ‌های داخلی افغانستان است. نتیجه سال‌ها پژوهش و بررسی زبانشناسان اهل سوئیس، فرانسه و نروژ که در سال‌های 1960 و 1970 به سراسر افغانستان سفر کردند، تا اطلسی بسازند از زبان‌های رایج در این جغرافیا. این گنجینه است که حالا برای مطالعه، دیجیتال شدن و چاپ در اختیار 3 دانشجو و زبانشناس قرار گرفته تا داده‌ها را ورق بزنند و در نتیجه در اختیار عموم قرار دهند. فلورانس شهابی دانشجوی افغان کانادایی جزء این گروه است. نسلی که در تهیه این اطلس سهم داشتن کم کم پیر میشن. برای همین حالا وقتشه که به داستانهاشون گوش بدیم و نگاهی به این اطلاعات ارزشمند بندازیم که برای دانشجویان جوان خیلی اهمیت داره. این به افغانها کمک میکنه از بخشهای از فرهنگشون که شاید آگاه نیستن با خبر بشن. حتی برای کسی مثل من که در بیرون بزرگ شدم، اگر این اطلاعات رو نمیدیدم شاید هیچ وقت ازش رو باخبر نمی شدم. یادداشت ها پر از جزئیات مهم و نامه های مرتبط در این گوشه دانشگاه برن مرتب و به دقت حفظ و مراقبت شده. تعهد ما به بنیاد ملی ساینس این بود که مواد رو حفظ کنیم، چون امیدوار بودیم این مواد روزی در دسترس کسانی قرار بگیره که در مورد افغانستان بیشتر میدونن. امروز وضعیت افغانستان بسیار تغییر کرده. این اطلاعاتی تاریخی است در مورد افغانستانی که جنگ نداشت. مهمتر این که در اون زمان اطلاعاتی جمع‌آوری شد که دیگه وجود نداره. دفترچه ها پر است از واژه های محلی و گویش ها و لهجه های گوناگون بومی. این واژه ها از بیش از 250 محل در گوشه و کنار افغانستان جمع‌آوری شده. مثل این نامه انستیتوی زبان‌های افغانستان در سال 1962 به احسان یاشاتر، بنیانگذار مرکز مطالعات ایرانشناسی. موادی که از صندوق‌ها بیرون شده حاوی انبوهی از اطلاعات دست نخورده در مورد زبان‌ها، گویش‌ها و لهجه‌های افغانستان است و تنها در قالب متن هم نیست. مقدار زیاد مواد خام هم با خود دارد که مثل این نوارهای صوتی و تعداد زیادی عکس که نه تنها به درد زبانشناسا میخوره که میتونه حتی بخشی از تاریخ ناگفته افغانستان بازگو کنه. اکثر نوارهای صوتی حکایتگر قصه های مردم عادی افغانستان است. مثل این قطعه آهنگ، سال 1965، روستایی در افغانستان. یا این صدا که ظاهراً پخش زنده رادیوی دولتی از رژه نظامی حکومت شاهی افغانستان در سال 1967 است، به زبان فارسی و پشتو و تعریف و تمجید از قدرت نظامی افغانستان. مردم شادوز و وطن پرست و آزادی خواه افغانستان، از مشاهده این همه عظمت و جلال عسکریت حظ میبرند و به خود میبالند. یا عکس‌های دیده نشده مثل این بت‌های عظیم بودا که نابود شد، رودخانه کابل، منار جام در غور و بلندی‌هایی که رفتن به آن امروز کار ساده‌ای نیست. اطلس زبان‌های افغانستان به دست این گروه و به کمک تعداد دانشجوی افغان زیر نظر جورج غداغ، زبانشناس سوئیسی، تکمیل شد، ولی هرگز چاپ نشد. من به شهر بازل سوئیس می روم تا یکی از همراهان آنها را در دهه 60 ببینم. لی 90 ساله می شود، اما خاطرات افغانستان را مو به مو به یاد دارد.
لی و همسرش به دلیل علاقه زیاد به زبان فارسی اسم فرزندشان را هم فریدون گذاشتند. حیرت آوره که بعد از این همه سال کسی میخواد روی اطلس زبانهای افغانستان کار اونا رو چاپ کنه، چون من 6 ماه دیگه 90 ساله میشم. وقتی افغانستان بودیم ظاهرشاه به ما گفت کار فوق‌العاده‌ای میکنید. به ما گفت لطفاً عکس و نقاشی زیاد تهیه کنید، چون این وضعیت ماندگار نخواهد بود. کار کردن به عنوان یک زن برای شما در دهه 60 در افغانستان چه سختی‌هایی داشت؟ آیا آسان بود؟ من هیچ وقت با مردم مشکل نداشتم. میدونی چرا؟ چون حس میکردن دوستشون دارم و عاشق کشورشون هستم. برنامه در ابتدا این بود که اطلسی از زبانهای ایران ساخته شود. اما به دلایل موفق نشد و زبانشناسان سراغ افغانستان رفتند. در افغانستان با نزدیک به 30 زبان و 10 نوگویش، اما توجه به زبان و لهجه ها در سایه جنگ و ناامنی ها هر روز کمتر شده. زبان هر چند بهانه برای کشمکش های سیاسی بوده، اما برای تقویت و غنامندی آن کار چندانی صورت نگرفته. از 30 زبان تنها 2 زبان فارسی و پشتو در افغانستان مورد توجه بوده و اکثر زبان های دیگر رسم و خط منظمی ندارند. برخی در آستانه فراموشی و تعدادی در خطر نابودی. تهیه کنندگان اطلس زبانهای افغانستان در دهه 60 میلادی بنیاد زبانشناسی و گویش‌شناسی افغانستان را گذاشتند که افغانستان می‌تواند با کمک آن حداقل جان زبانها و گویش‌های فراموش شده را نجات دهد. کاوون خاموش، BBC. زهره هلال هنرمندی است که میگوید در کارهایش قصد دارد باورهای تحمیلی به زن را به نقد بکشد. او در افغانستان به دنیا آمده اما در هامبورگ بزرگ شده و طراحی مد خوانده. میگوید نمیخواهد در دنیای تجاری مد با مدل‌های سایز 0 کار کند، بلکه میخواهد دغدغه‌های روزمره زن‌های واقعی را به تصویر بکشد. دغدغه‌هایی که گاه زیر لایه‌های تبلیغاتی لباس و محصولات آرایشی دفن می‌شوند. ناجی غلامی با این هنرمند به گفتگو نشسته. زهره هلال قامت زنی را در دنیای مد به تصویر می کشد که خودش را در قالب تعاریف روزمره و تکراری از زیبایی محصور نمی بیند. زنی واقعی و منحصر به فرد. صحنه مد برایش جایی است برای به چالش کشیدن باورهایی که به جنسیت محدود می شود. خیلی زود به طراحی لباس علاقه‌مند شدم. مادرم همیشه خیاطی می کرد و لباسهای عید ما رو هم می دوخت. کنارش می نشستم و منم چرخ خیاطی کوچیک خودم رو داشتم. برای عروسکام لباس می دوختم. وقتی طراحی لباس خوندم یاد گرفتم چطور روی پارچه طرح بزنم. در آمستردام با یکی از طراحان مطرح مد کار کردم و یاد گرفتم که به عنوان یک طراح مد شما فقط با پارچه سر و کار ندارید، بلکه میتونید انواع و اقسام مواد دیگر رو هم وارد کارتون کنین. بعد از تحصیلاتم مدتی در بخش تجاری طراحی مد کار کردم و فهمیدم این چیزی نیست که من میخوام. تغییر مسیر دادم و به خاطر تواناییام در تولید پارچه با مواد مختلف شروع کردم به خلق کارهای تازه. میخواستم به موضوعات وسیع‌تری بپردازم، چیزایی که بهشون فکر میکنم و علاقه مندم. در دنیایی که جنسیت برای مردان نماد قدرت بوده و خیلی وقتها اندازه آلت جنسی مایه تفاخر، زنان اغلب برای شناخت بدن خود با محدودیت روبرو بودند، مخصوصاً اندامهای جنسیشان. یکی از آثار مهم زهره هلال ولوا نام دارد. نگاهی از نزدیک به فرج یا همان اندام جنسی زنانه. شروع کردم به ساخت این قطعه. نمیخواستم تحریک کننده باشه. میخواستم از لحاظ بصری زیبا باشه و در ذهن سوال ایجاد کنه. از منجوق دوزی و گل دوزی استفاده کردم. دلیلش هم این بود که به عنوان هنر بهش نگاه نمیشه. همیشه فکر میکنی خب زنها این کار رو میکنن. من این دو رو با هم قاطی کردم و گلدوزی های زیبایی درست کردم برای به نمایش گذاشتن آلت جنسی زن. از رقصنده ها خواستم اونها رو بپوشن چون اونها خوب میدونن چطور هر قسمت بدنشون رو حرکت بدن.
ولی حتی اونا هم میگفتن این عضوی از بدنشونه که بهش خیلی فکر نکردن. Body part of me, I was not even aware of it in that sense. نگاه ابزاری به بدن زن موضوع نقد کارهای هنرمند است. پستانها به سطح می آیند تا آنچه را که هستند به تصویر بکشند، نه آنچه که باید باشند. That breasts are becoming something. به پستان به عنوان ابزاری برای لذت مرد نگاه میشه. باید یک شکل خاصی داشته باشه. براش استانداردی هم تعریف شده. اینکه باید سفت باشه، بزرگ باشه، ولی نه خیلی بزرگ. میخواستم نشون بدم پستان فقط یک بخش از بدن ماست، مثل بازوها یا دیگر اعضای بدن، و نباید بهایی بیشتر از اون چه داره بهش داده بشه. Give it that more value than it is actually. وظایف یک زن در خانه، وظایف او در اجتماع، نقش او به عنوان مادر، دختر، همسر، خواهر، چهره یک زن موفق، یک زن عفیف یا یک زن سرکش، زنی زیبا و ایدئال برای مرد زندگی، مادری نمونه برای فرزندان، خواسته هایی که باید به تن کند. این یک صحنه نمایش است. نمایش وقتی تمام می شود که او دیگر توان به تن کردن این انتظارات را ندارد. خیلی از باورهایی که به آدم‌ها به خاطر جنسیتشان تحمیل شده در قالب مفهوم ناموس بوده است، برای حفظ ناموس. آیا ناموس به یک اندازه به زن و مرد تحمیل شده است؟ I would say ناموس a word I heard a lot. ناموس کلمه‌ای است که خیلی شنیدم و انگار به یک جنس مشخص تحمیل میشه. انگار مخصوص زنان بود. اینکه زن باید در قالبی مشخص رفتار کنه وگرنه آبروشو در جامعه از دست میده یا به عبارتی بی‌صورت میشه. ناموس کلمه‌ای است که با خودت حمل میکنی و وزن و سنگینی خودش رو به تو تحمیل میکنه. در پروژه ناموس سعی کردم زن و مرد رو با هم به صورت مساوی در این تصویر بگذارم. یک ناموس قرمز درست کردم، یکی سفید و دیگری سیاه. ناموس قرمز سمبل سکس و باکرگی است که ما می‌خوایم ازش محافظت کنیم. ناموس سفید سمبل قفس است که کسی در اون گیر افتاده و میخواد خودش رو از این قید رها کنه، و ناموس سیاه با اون سنگهای براق روی صورت به نشانه آبرو و صورتی است که باید با نوعی خاصی از رفتار در جامعه حفظش کنی. The picture we have to force a woman to look in a certain way. پوشیده ماندن، دیده نشدن، در لایه‌های شرم و حیا پیچیده شدن بخش مهمی از زندگی زنان در طول تاریخ بوده. در خیلی از فرهنگ‌ها زن فرصت کشف و اطلاع در مورد بدن خودش رو نداشته. هنرمندانی مثل زهره هلال سعی در ایجاد این فرصت‌ها و گسترش اون دارند. زهره هلال قامت زنی را در دنیای مد به تصویر می‌کشد که آگاهی را نماد قدرت و زیبایی می‌داند. ناجی غلامی، بی بی سی. موزه علوم طبیعی برلین این روزها میزبان عکس‌هایی از هنری فر، عکاس مطرح نیویورکی و از طرفداران سرسخت محیط زیست است. امکان ندارد وارد این نمایشگاه شوید و در یک نگاه به واقعیت نهفته در پشت تصاویر پی ببرید. اما وقتی متوجه شوید به چه چیزی نگاه می‌کنید، شوکه می‌شوید. مریم انصاری شما را به دیدن این نمایشگاه می‌برد. اینها نقاشی های آبستره نیستند. تصاویری واقعی هستند. بدون هیچ دستکاری در رنگ یا طرحان. از طبیعتی دفرم شده توسط انسان. موزه علوم طبیعی برلین برای دایناسورهایش معروف است و نمایشی جذاب از روند شکل‌گیری هستی از میلیون ها سال پیش تا کنون. و حالا نمایشگاهی که ما را با روند نابودی این هستی به دست خود ما روبرو می کند. عکسایی که هنری فر گرفته هم زیباست هم عجیبه. اون کاری کرده که وقتی در مقابل این عکس وای میستید از خودتون بپرسید این تصویر چیه؟ و پاسخی که می گیرید چندان زیبا نیست. این عکس محبوب خیلی هست. دختر بچه ها جلوی این عکس میستن و باش سلفی میگیرن. و وقتی بهشون میگیم دارین به مدفوع خوک نگاه میکنین حسابی شوکه میشن. این دریاچه مدفوع خوک در آمریکا در فضای باز تلمبار میشه. چند ماه پیش طوفان فلورانس کارولینای شمالی رو در نوردید و این دریاچه مدفوع رو در تمام منطقه پخش کرد. رنگ صورتیش هم به خاطر هورمونیه که توی خوراک خوک ها میریزن.
هنری فیر سال هاست با دوربین خود زخمهایی را که بشر بر جای جای کره زمین زده مستند می کند. نمایشگاه شما را با این سوال حیاتی درگیر می کند که امکانات رفاهی و نیاز ما به انرژی با چه هزینه‌ای برای محیط زیست تامین می شود. در جریان حفاری بریتیش پترولیوم در سال 2010 در خلیج مکزیک انفجاری مهیب رخ داد. نزدیک به 796 میلیون لیتر نفت وارد آب شد. در نگاه اول شبیه آتش بر آب میمونه، ولی این مواد شیمیایی هستن که برای نشست نفت بر کف اقیانوس روی سطح آب ریختن. تأثیرات وحشتناک این مواد سمی کمتر از خود نفت نیست. این یه فاجعه جبران ناپذیر بود. هنری فیر اون موقع به اونجا پرواز کرد و صحنه‌هایی که دید تو همه عمرش تحت تأثیر قرارش داد. عکاس میگوید هنر برای ایجاد تغییر است و حساس کردن شهروندان به آنچه در زندگی روزمرهشان می‌گذرد. دو خط موازی مانند دو شریان بر خاک. اینها رد چرخ‌های یک بیل مکانیکی در معدن آلومینیوم است. Es sieht eigentlich aus wie eine Mondlandschaft, wo möglicherweise ein Fahrzeug entlang gefahren ist. این عکس رو انگار از کره ماه گرفتن. این رنگ‌های زیبا در حقیقت پسمانده‌های تولید آلومینیومیه. یک پسماند به شدت سمی. چند سال پیش بر اثر فرو ریختن سدی در مجارستان یکی از محفظه‌های بزرگ نگهداری این پسماندها خراب شد و این مواد رو در روستاهای اطراف رود دانوب پخش کرد. به هر کجای نمایشگاه که سر بکشید با گوشه‌ای از خرابکاری بشر روبرو می‌شوید. شیارهایی که در آنها آب اسیدی و سایر مواد شیمیایی جاری است، به جا مانده از حفاری‌های معدن زغالسنگ در هومباخر فورست، جایی که زمانی جنگلی 12000 ساله در استان نوردرن وستفالن آلمان بود. از درختان این جنگل تنها 10% باقی مانده. وقتی با واقعیت نهفته در این عکس‌ها آشنا می‌شوید، دیگر رنگ‌های شاد آن شما را به وجد نمی‌آورد. این چشم‌اندازهای مرموز تصویر خود ما در طبیعت را منعکس کردند. مریم انصاری، موزه علوم طبیعی برلین. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.